آره این همه چه میدونم دولت ها عوض میشن، چرا ما فرقی برامون نمیکنه؟ چون از اولم پول از اینا نگرفتیم. فکر نمیخواستم بدن. میگم مسئولین شورای شهر تمی تهران خودش بنده خدا با ماشین بلند شد اومد سر دروازه دولت، یه ساختمان 4 طبقه بود، گفتش اینو فقط 150 میلیون خرج تر و تمیزش کن استفاده بکن. هزینه اجاره هم که دیدی چقدر بالاست دیگه. بعد دفترم چه میدونم یه جا بذاری برای تدوین، یه جا بذاری برای چی، یه چیز نگاه میکنی میری زیر 500 600 میلیون تومان، اصلا نمیتونی جای رهن بکنی. اصلا اجاره هم بدی که بیچاره. الان که یه کاری کردن که نمیتونی رهن کنی، نمیتونی اجاره کنی، موندی همینجوری لنگ در خدای میخواد چیکار بکنه. هر کاری کردن قبول نکردم. خیلی هم رو مخم رفتن و زنگ و فلان مردد شدم و گفتم بابا این اصلا برای کار فرهنگیه، این بخشی از این بودجه فرهنگیه. گفتم نمیخوام. بعدش چی شد؟ دونه دونه سند اومد بیرون. دیدید شهرداری به فلانی اینو داده، شهرداری به فلانی اونو داده، تموم بود دیگه. این گرفته بودی آبروی سیاستت میرفت. اون جایی که امام زمان نگهت میداره، دل تو به دست میگیره. نه آقا مردم کارو کم هست اما برکت داره. همینجا یه گزارش هزینه هم بدیم بد نیستش. خیلی جا همین هزینه کلاس‌های مهدوی. الان من میشم همین کلاس‌های مهدویت ما فقط نزدیک 13 14 متر پول سالن شده. اجاره شده که خیلی هم با ما راه اومدن انصافا. دستشون هم درد نکنه. خب طبعا اینجا جا مفتی میشد چی میشد؟ کمتر میشه پول شما برگرد میده میشه. حالا میگه آقا یه دوره مهدویت دارم میرم بهم سند مدرک میدم میتونم برم اولش برم صحبت کنم چه آقا انقدر تومان یا چرا انقدر کم؟ ما بنا نداریم از شما پول در بیاریم. دختر کمیته امدادی جلوی یکی از این بچه‌ها ما رو گرفت و گفت برو رایفی پور بگو گوشوارامو فروختم ریختم به حساب مؤسساتون. شما دیگه میتونی بی تفاوت باشی وقتی کسی که ظاهرا خودش باید بهش کمک بشه کمک کرد دیگه این مانا میشه. قطره ای آبیاری قطره ای اما مفیده، فایده است، درسته. آره عنایت داشته باشی. اکثر هزینه ای که ما توی مؤسسه داریم میکنیم هزینه اجاره است که جا نداریم. هر جایی هم همین الان به شما بگم اگر بحث امنیتیش نبود من اصلا آدرس مؤسسه رو هم میدادم. بحث نیست، باکی نیست. اما بدونید توی یکی از محلات متوسط به جدن متوسط به پایین تهران داریم کارو پیش میبریم. هر جایی هم که رفتیم مثلا گرفتیم 2 ماه 3 ماه بچه‌ها برافتن درست کردن بنایی کردن که نباید این کارو کنه. مردم فکر می‌کنن مثلا فلان یه 10 طبقه دفتر داره و پژوهشگاه فلان و نمیدونم خبرا نیست. آقا حواسمون باید باشه یه مقدار پول بذاریم کنار که این باز مثلا می‌خواد سر سال اضافه بکنه، یه پولی باید بذاریم اونجا، از الان باید ذخیره بکنیم. سر همین چقدر ما دعوا داشتیم خدا شاهده به فوش و فوشکاری کشیده که آقا ما اجازه داریم ماهی 5 میلیون بذاریم کنار که بشه سالی 60 میلیون تومان، که سالی 60 میلیون تومان تو قرارداد بستی 12% افزایش مثلا فلان داری بدی به یا اون بنده خدا صاحبخونه. آقا برو فتوا بگیر این حبس مال اجازه نداری. آخه خب چیکار کنیم؟ پس ما نمیتونیم داستانها داشتیم. دفتر مراجع به اون یکی بپرس از اون یکی بپرس نمیدونم چی. آقا بر روز مبادا مجبوریم یه قطعه رو بخریم، اگه بسوزه ممکنه نسوزه هیچ وقت، اما اگه بسوزه کار عقب میزنه. الان باید بخریم یا نخریم؟ یک ریال از پولهایی که ما الان به بعضی از بچه‌ها تو مؤسسه وام میدیم، وام مثلا چه 4 5 میلیون تومان، یک ریال از پولهای مردم تو واما نیست. اینو یه جای جدا من رفتم گشتم پیدا کردم. آدم رفتم پیدا کردم آقا یه سری بچه‌ای هستن دارن کار امام زمان میکنن، راضی پول کمک کنی که به اینا وام داده بشه اینطور؟ خب یعنی ما مراعات جزئیات و سخت‌ترین کارها و فلان. آقا ما یه بخشی از پول اگه مثلا ما الان نگهش داریم الان ریال داره همینجوری میاد پایین. الان ما به خدا یکی از معضلاتمون همینه. میگه من خیانت به اون پوله نیست، مثلا چه می‌دونم 100 میلیون گذاشتیم کنار برای آخر سال. خب بعد بگیم که حالا چیکار کنیم؟ این مثلا 100 میلیون نه تا آخر سال دیگه میشه 30 میلیون، اینجوری که این دنده 4 زده داره گاز میده، تخت گاز میره جلو. خب دلار جهانگیری هم که به ما نمیدن. بعد اینو بعد چیکار کنیم؟ به خدا موندیم. هی زنگ بزن دفتر این مرجع، دفتر اون مرجع، بریم جای سرمایه‌گذاری کنیم. ما بریم دلار سکه بخریم؟ ما که آدم این کارا نیستیم که مثلا صحیح این کار صورت بگیره. ببین همه اینا به این سادگی ها نیستش. به خدا برخی از این عزیزان که تو شهرها عملا نمایندگی ما هستن ما یک ریال بهشون کمک نمی‌کنیم. میگم اگه تو نتونی تو شهر خودت درآمد داشته باشی به درد ما نمیخوری. اگر نتونی درآمدم یعنی چی؟ حالا میتونه طرف زرنگ باشه بری زمینی بگیره بسازه، چه میدونم پاساژ درست بکنه، مغازه‌شو اجاره بده، باریکلا یه مجموعه بزنه، سه دهنه تجاری بندازه، آخه خیلی خوبه. این خبرها نبوده. واقفین نمیدونم کجان، با ما کاری ندارن. شما فکر کن میای تا ببین 6 ماه اسباب کشی داری، باور کن 6 ماه 3 ماه قبلش باید شروع کن جمع کردن و باز بری اونجا مستقر بشی. بعدش سر ما هم زیر مثلا 2 سال جمع تا میبندی با دورت پاشی.
باز یه هزینه فلان برای که یه جای ثابت نداریم. الان مثلا همین جوره، تورم رفته بالا. من سخنرانی هم که این برنامه میرفتم مؤسسه 300 هزار تومان میگرفت برای سخنرانی، که مثلا شما چابهار هم بری 300 هزار تومان، که من گفتم همینم بردارید الان بزنید تو سایت دیگه نیست، گفتم همونم برد، برای موزمون خوب نیست آدم چیز تعیین بکنه. 6 سال همون 300 تومان بوده که تازه من پارسال گفتم ورش دارید، بعد تو این 6 سال هیچی تغییر نکرد، میزان کمک ها تقریبا همون بوده، هیچ چیز ثابتیه، در حالی که دیگه اون این کمک 5 سال پیش یه اثری داشت، امروز یک سوم اونه. اما برکت داره کار موزمون زمین نمونه، اما این دلیل نمیشه آقا خودش میرسونه ما بی فکری کنیم. بعد اکوسیستم اینو ساخت مهدویتو، همه چیش باید لحاظ بشه. اومدن همینطور تو دولت احمدی نژاد چیز زدن، مؤسسات حوزه یهود پژوهی، صهیونیست پژوهی، غرب شناسی اینا زدن، آقا دولت عوض شد، نگاه های روحانی خیلی محکم نبود تو این مسائل، 90% مؤسسات رفت رو هوا. من زنگ زدم آقای دکتر فکری داشت پشت تلفن گریه میکرد، چی شد آقا دیگه دولت به اون پول نمیده، قبلا مثلا از ارشاد اون دولت میگرفتیم، از ارشاد این دولت نمیتونیم بگیریم، رو کردشون این نیست، رو کرده دیگه، خب میپره دیگه، چرا حوزه وابسته به دولت نمیشه؟ برای همین دیگه با وجوهات کارشو ببینم به شما میگم، تا الان یک قرون خمس هم تو مؤسسه ما نیومده، کسی میخواد خمس رو بره علما بده، رفتن اجازه گرفتن که یک سوم وجوهات اون رو میتونه مؤسسه شما، باز من قبول نکرد، من نمیخوام یک کسی جدای از خمس و زکاتش میخواد کمک کنه کمک کنه، بعد تازه بعد دست اونم باز بذاره، طرف اومده پول داده خدا پدرش بیامرزه، آقا اینو شارژ ایرانسل بخرد بده بچه‌هاتون زنگ میزنن این برام برام، بیچاره شده بودیم تا یه سال ما شارژ تو جیبمون بود، آقا شارژ تموم نکردین، نه بیچاره بدبختمون کرده بود ما. یکی دیگه یه بار 300 هزار تومان داده بود، گفته بود نوشته بود یه کیک و تیتاب بخرید بدید به بچه‌ها، گفتیم تیتابم نوشته رانی ننوشته مثلا، حالا ساندیس هم ننوشته، که بعد حتما کیک باید بخریم، اونم بعد بریم تیتاب پیدا کنیم، تیتابم لامصب دیدی چه جوری دیگه، بعد 30 سال هم روش زده نیو، دیدی 30 سال روش نیو هست، من نمیدونم اون نیو چیه اون بغل تیتاب. خب یعنی یه چیزایی مثلا تعمیم کنم الان طرف میخواد اونی که میگم آقا خدا پدرتو بیامرز، مثلا آدم داریم تو حساب مؤسسه باورتون شاید نشه هر ماه داره 313 تومان میریزه، 313 تومان تک تومانی ها، 500 تومان پول کارت به کارته به خدا، یعنی من دیوونه این آدم هم، یعنی عشق میکنم سر از این مالی میپرسم که هنوز داره میریزم، یا آره آره این 313 یه هز هنوز بند خدا نصف کرده دیگه، عدد مقدسش بوده دیده 313 هزار تومان که نمیتونه بده، حالا 31 و 300 بده اون صفرش زیاده چیزی نیستش، درست میشه انشالله. خب خواستم رقم مقدسی توی زندگیش مثلا باشه، دمش گرم، اما همون مستمر داره میریزه، خیلی جدیه. خب باید اینها رو لحاظ کرد، باید اینها رو ملاحظه کرد، باید اینها رو حواسمون جمع باشه.